بیا بیرونم و فراز. به مردونگیت قسم هیچی عوض نشده. نگاه، این روز اول دوباره اومدیم قسمت بدیم به همین نون نمک که با هم خوردیم. بیا بیرون، بیا بیرون تا هممون بفهمیم که گذشتی از اذیت و آزار این جوان. آقا ببخشش، این بنده خدا جوونه، کم تجربه است، تازه اومده، نمیدونه که شما رادار گردانی، نمیدونه که چند بار به جای محمد بنایی ما رو حالی کردی از تک و با تک اون ور خاکریز. ببخشش به جوونیش. میان بی ناموسای بی شرف. محمد بنایی میگه زیادم قربان. یادت باشه اینجا کسی به کسی قربان نمیگن جان. سرور، رئیس، آقا، حاجی، اخوی، برادر، همسنگر، آسه، جلال، هرچی. فراز از صبح بیقراره. صادق صفایی میگه تمام بی سیمامون از کار انداختن، کور کردن، صد دوبل کردن، آب رودخونه اومده بالاتن. برو طرف باشه. خوب گوش کنی ببینی چی میگم. تا من نگفتم کسی کاری نمی کنه. اینجا هر کی بخواد بی خودی قهرمان بازی دراره، قبل از میراج و موشک و موضع انفجار با تیر خودم میفرستمشون دنیا و همینجا چهار تا بیل خاک میریزم روش تا قبل از شربت شهادت عکسش بزنم پای اجتماع زیرش بنویسن جوان ناکام. مفهومه؟
فرمایید. شنوندگان عزیز توجه فرمایید و گزارش. ببین بارن جان، سید جلال دیروز یا سردار برومند امروز از لحاظ بالینی شرایط کما رو توی این چند ساله دووم آورده. هر کیس دیگه ای بود از لحاظ جسمانی تا حالا تحلیل رفته بود، ولی سید جلال با فیزیوتراپی و تمریناتی که شما بهش دادی از اولا چه حفظ کرده. خوب داره شما برونده فکر کنم اندازه خودم بزرگ شدم که بفهمم و جرأت شنیدنشو داشته باشم. از وقتی گفتم بابا، همیشه و همینجوری جسمو بیجون نشونم دادم که خوابیده بود و به زور سرم و سرنگ و ماسک و اکسیژن سینش بالا پایین میشد. حالا شما هر چی که هست باید به من بگی. واقعیت چیه دکتر؟ نتیجه آخرین آزمایشا میگه که بدن توان خودش از دست داده. یعنی بابام هیچ وقت نمیفهمه که یه دختر داشته که هر روزو به عشق این فردا رسونده که یه باران از دهن باباش بشنوه. گفتی بزرگ شدی نه؟ پس بذار واسه یه بارم که شده به خودت بگم. از لحاظ پزشکی از همون اولم خیلی امیدی نبود. اگه پیگیری مادرت و اصرار پروفسور نبود شاید خیلی زودتر از اینا باید دستگار ازش جدا میکردن. تو اینجور مواقع علم پزشکی نمیتونه پیشبینی دقیقی از وضعیت بیمار داشته باشه. اینجا میگه پریود مریضی اونقدر طولانی شده که نمیشه چیزی رو حد زد. حتی با آزمایش هایی که دکتر ازشون حرف زد میشه گفت شرایط پیچیده ترم شده. اما اینجا میگه اونی که خواستش این بوده که پدرت تو این همه سال بمونه اگر بازم بخواد میمونه. باران یعنی دستگار ازش جدا نمیکنی؟ اولین بار میدونی کجا را افتادی؟ دستت اینقدر بود گرفتی به دیوار راه روی همینجا و دو قدم تاتی تاتی برداشتی و افتادی تو بغل خودم. مامانت بهت نگفته بود اولین بار که زبون باز کردی چی گفتی؟ با اون چشای کوچولوت زل زده بودی به بابات. بهت گفتم میدونین کیه؟ مامان گفت باباست. به دکتر بگو که بدونه میتونی بگی بابا. بابا کلی زور زدی و آخرش هم گفتی آبا آبا. نذارین دستگاه رو ازش جدا کنم پروفسور.
حالا فقط من همین آواز رو دارم، ایمه ندارم، همین جوری باشه، منو نگهش دارین تا سایش بالا سرم باشه. شما رو به همون خدایی که ازش حرف میزنه یه حسی به من میگه مامان بر میگرده. من همین جورشم با همه قبول دارم، روز صد دفعه خدا رو شکر. به موقع اومدم امو جون. آره مثل همیشه. خبر جدید؟ صبح دکتر فدایی گفت اجازه بدیم دستگاه رو ازش جدا کنه. گفت نذاریم بابا بیشتر از این زرش بگیم. حرف راحت همه صبری، همه این سالها هیچ وقت بابا جلال نفهم اصلا بارانی وجود داره. مامان نزاش آب از آب تکون بخوره، روزای راحتی نبود همه صبری. مگه به همین سادگیه اونم بعد این همه سال؟ نتیجه؟ رفتم با پروفسا پرنیان حرف زدم. خب گفت جواب آزمایش ها پیچیده تر شد. خب این یعنی بهتر یا بدتر؟ خدا رو شکر هنوز امیدواره. میگه به علت طولانی بودن کما نمیشه گفت، حتما بهتر یا شاید هم بدتر. چیه رفتی تو قیافه؟ بگونی اگه یارو پام شد به نفعت بود. شاید نکنون همون اول یه لقد اولی ماتت جنوالی میکرد، بعدش هم خلاص با کن اخمه تو. من بارانو به خاطر خودش میخوام. بابا تو میخوای دختر یه آدمی بگیر که سرپا بود همون روز اول داده بود تا تیر بزننت، میفهمی؟ شماره ها رو همینجوری گفتم ها. نفهمیدم چی شد؟ میگم شماره های رمزه ای ماهواره رو همینجوری گفتم. 1359 1359. خیلی تولده دارم. الو باران جان. جان بیمارستان برای چی؟ باشه باشه باشه، قربونت، خداحافظ خداحافظ. چی شد؟ باید داریم بیمارستان. ببین جواد نریم اونجا چرت و پرت بگی، این دوست باباش اونجاست، باران نمیخواد اون بفهم ما چی کاره ایم. توی این کیس همه چی عجیبه دکتر. اینا نشون میده دیروز تالا وضعیت سه بار عوض شده. همین موردم علامت خوبی نیست؟ شاید، ولی یادتون باشه ما با یه مورد استثنایی از کما طرفیم. درسته، ولی بپذیریم که بعد از گذشت این همه زمان و نتیجه آزمایش جدید باید خانوادهش آماده کنیم. خانواده سهراب منم یه باران داشت، این همین دختر. وقتی تو فرودگاه فرانکفورت بهم گفتن بعد تصادف رفته تو کما، دنیا رو سرم خراب شد. همسرش آلمانی بود. بعد از مراسم تدفین فرشته کوچولو ما رو با خودش برد و نذاشت هیچ وقت اونو ببینیم. تو اون سالها وقتی این دختر و مادر رو دیدم و فهمیدم کسی رو ندارم، احساس کردم خدا یه نوه دیگه به من داده. حالا منتظرم، شاید یه معجزه، یه لطف، یه نگاه. ولی نتیجه آزمایش چیز دیگه رو نشون میده. با عرض پوزش و احترام، فکر نمی‌کنی خیلی احساساتی دارین تصمیم می‌گیری؟ و تمام امکاناتی که برای یه بیمار اورژانسی فورس ماژور هست و در اختیار کسی میذارید که سالهاست مرده.
اتفاقی که برای آقای بورمند افتاده در نوع خودش منحصر به فرده، یعنی بیمارایی که شرایط کما رو بالای 10 سال دووم آوردن به تعداد انگشتای یه دستم نمیشن. از امروز ظهر که گروه پزشکی ویتینگ بودن برای اوکی کنسل دستگاه‌ها، به شرایط عمومی این کیس یک شوک وارد شده که نتایج آزمایش هم جواب براش پیدا نمیکنه. نتیجه این حرفا یعنی چی دکتر؟ مقاومت بدن بابام دوباره زیاد شده پرفسار. یعنی چی؟ یعنی جلال بازم میتونه تعامل کنه؟ خوشبختم که اعلام کنم این یه سورپرایزه، هم برای شما، هم برای ما و هم برای علم پزشکیه. بیمار یک ساعته که ریکاوری شده. نشد. عرض من اینه که خلاصه همه این حرفا و جون کلام چی میشه دکتر؟ اسمش معجزه است یا چیز دیگه نمیدونم، ولی سید جلال برگشته. یعنی بابا جلال من از کما در اومده، چشماشو باز کرد، حرف زد. خدایا، خدایا شکرت خدا، خدایا شکرت خدا. خواب نیستم بفوزم، درسته دیگه، من خواب نیستم. یعنی واقعا بابا یه محالش خوبه، حواظش سر جاشه. تو خدا من میخوام ببینمش، التماستون میکنم دکتر، من میخوام ببینمش، من میخوام ببینمش دکتر، من میخوام ببینمش. عوضم تو یه چیزی بگو. فکر کنم تموم شد. برو پیامش که تنید. اینو کم داشتیم توی این رو بگیم. میان خوب آقازاده با کمپوت تشریف نیاوردن. بابا بهارم کجایی بیایی ببینیم سه جانا؟ قم آخر آجا، شیک قمتونه. سلام شد حاجی صبری، انشالله هیچ وقت قم نبینی. میگم اگه اجازه بدین واسه مراسم تدفین و شب سوم و هفتم و چهلم با اجازه پدرم هر مسجد تالار که شما صلاح ببینین رزرو میکنم. بهترین مسجد تهران آجا، بهترین پذیرایی، بهترین تالار. کوچکترین شوکی حاصل از فهمش در مورد شرایط و تایم سالهای طولانی کما میتونه به فاجعه غیر قابل برگشت تبدیل بشه. چقدر وقت داریم پروفسور؟ با توجه به شرایط نظر مستقل پروفسور اینه که با کاهش دوز داروهای آرام بخش طی چند روز آینده به هوشیاری کامل برسه. یعنی اون وقت بابا باید چشم باز کنه تو سالها پیش؟ بله، سید باید فکر کنه تو همون شرایط زخمیه، به عبارتی کم کم باید متوجه عوض شدن شرایط بشه و شوکی نبود بهش وارد شد، به خصوص وقتی بفهمه همسرش از دست داده و دختری به سن و سال باران داره. اگر نه برگشت از شرایط بیهوشی بسیار خطرناکه و جبران ناپذیره. سلام. سلام رسیم. سلام. چه خوبه؟ چه خبره؟ حاجی کلن ما اومدیم که در خدمت بشیم. نه اگه کاری از دستمون برمیاد. ما کارتون چیه؟ ما مهندسی. مهندس چی؟ مخابرات. مهندس مخابرات. گرایشتون چیه؟ گرانشون ها جیه جوه بایزد ماهارو همواجشه. باران خیلی از شما تعریف میکنه، همینطور مادر خدا بیامرزش. خدا رحمتش. آقا بهرام؟ بله. جواد هستن. بهرام جواد.
الان وضعیتشون چطوره؟ پزشک معالجشون میگه برای اینکه شوک پیش وارد نشه باید زمان برگردونیم عقب. یعنی چی؟ حرف زدن در این مورد سخته، چه برسه به اجراش. اینو دیگه باید سپرد به اهلش. این همه شما گفتین ما گوش کردیم. البته خب میدونم امر درسته، شما خیلی هم به ما اعتماد ندارین، اما آدمی که بتونه شرایطو برگردونه به عقب و زمانو شرایط هم کنترل کنه هست، فقط شما باید تاییدش کنید. کی؟ شادی. شادی کی؟ شهرام شادی، کارگردان خوبی هم هست. الان یه مدتی بیکاره، میشه باهاش صحبت کرد. حاجی خیلی توپه. کیه؟ سلام علیکم. سلام آقا. سلام، برزگر هستم، بهرام. هفته پیش اومدیم برای آها، این دیشه ماهواره‌ای گذاشتیم کانالش پس و پیشه ها. پارازیت پخشم پنجشنبه، واقعا پدر آدم در میاره. داداش الان چهارشنبه پنجشنبه همه تو کفن، خیالت نه. ببخشید من قضیه رو درستش میگم. الان اومدم باهاتون در مورد این مسئله صحبت کنم، مسئله کاریه. یالا. کی میشه انتقالش داد پروفسور؟ ایشون همینجا میمونه. ما حرف زدیم پروفسور. من یه جمعیتی رو بسیج کردم که یه جایی رو مثل بیمارستان صحرایی زمان جنگ درست کنن. یه کارگردان سینما هم گذاشتم بالا سرشون که به کارشون نظارت کنه، که وقتی سید چشیشو باز کرد متوجه تغییر اوضاع نشه. با شما میگین همجا میمونه؟ بازم تکرار میکنم، بیمار تو شرایط ویژه مغزیه، حتی معلوم نیست بعد از بهوش اومدن کامل علائم حیاتی اولیه‌اش چطور باشه. ما شما رفتی بیمارستان صحرایی درست کردی، آرتیست آوردی، میخوای دوباره جنگ را بندازی، این بنده خدا رو ببری وسط نمایش و معرکه. آنت هم حرف منه که گفته بودم نباید یه دفعه متوجه شرایط تو تغییرات بشه. اومدیم و شما اینجا نگهش داشتین، متوجه تغییر اوضاع شد، بعد دوباره به شوک وارد شد. اون وقت چی؟ این همه دکتر و پرستار اینا دارن تردد میکنن. اومد یکی اشتباهی سهوًا یه حرفی زد، یه کاری کرد باعث شد سید جلال گذر این همه سالو متوجه بشه، اصلا بفهمه همسرش کرده. همیشه همین جوری بودی، اهل افراط و تفریط. همینی که بعد سالها جرأت نمیکنیم یا رو نمیشه به این بنده خدا که مدت‌های گوشه‌ای ساکت بوده بگیم چی شده و چه شکلی شده. عجب، باز حرف کاسه کوزه شد و کوتاهی دیوارو ما همونسته همیشه شدیم سیبل مقابل. پروفسور برنیان، این همه مدت فقط مقصر ما بودیم، همه توی این مملکت کارشون درست بود از رو حساب. برحال من با عنوان پزشک معالج متخصصش اجازه نمیدم سید از این اتاق به جای دیگه منتقل بشه. شما مگه رفیقشی، هم سنگر و هم رکابشی و میخوای آستین بالا بزنی یا کاری براش انجام بدی؟ همینجا با همین آدم ها ممکنه و جواب میده آقای صبری. چشم. خانم باران، خانم برومند، خانم برومند، خانم برومند. بفرمایید. سلام علیکم. سلام. خدمت خواهر خودم آرزم که عرض داشتم، اگه اجازه بدین. اگه شناسنامه‌ت برعکس دکمه یقه بالات باز می‌کردی و نام خانوادگیش رو خوب می‌دیدی، می‌فهمیدی که این جانب هیچ گونه نسبت با جنابالی ندارم و این داستان خواهر خیلی وقت از ما رفته به بنده. در حال حاضر می‌خواستم اگه اجازه بدین هر وقت که شما پیشنهاد کنین بنده به اتفاق حاج آقا پدرم بیام خدمتتون برای امر خیر. یه مذاکره کوتاهی داشتم. گفتم که اگه یه ذره خون میرسید به مغزتون و شرایط رو درک میکردین، احتمالاً هم خودتون همون حاج آقاتون میفهمیدین که الان با این وضعیت اصلاً موقع بسته پیشنهادی و امر خیر و مزخرفات نیست به هیچ عنوان. الان
باران میگم اگه بابا خوبشه از من خوشش نیاد چی؟ من چه میدونم؟ مثلا اگه تو که درس دانشگاه رو ول کردی کاروبار درست حسابی هم که نداری اگه بگی خجالت نمیکشی دل بست به دختر یکی یه دونه من اگه بگی همین امیر وصله تن من و دخترم چی؟ دیوونه ای؟ نه روزی صد دفعه از خودم همین سوالو میکنم ولی آخرش میرسم به یه جواب که چی بهرام؟ که ندید مهر بابات افتاد به دلم که مثل خیلی هایی دیگه فقط خوب شدن سه جلال هست هر چی بگه و هر جوری هم برخورد کنه قبول فخار تو این اتاق هیچ چیز جدید نباید باشه ها زمان زمان جنگه در ضمن این دوربینای مدار بسته اینا باید استتار بشه ها هیچ سطح براقی تو این اتاق نباید باشه مخصوصا اون آینه سجلات به هیچ عنوان نباید چهره خودشو ببینه خیالت تخ شهرام جون همه چی تحت کنترله اون شیشه چی اونم دادم بچه‌ها این طرفشو مات کننده زدن چیه؟ چی شده پسر؟ تو فکری؟ حاجی، باران هیچ علاقهی به من نداره هر چقدر که من خودم بهش نزدیک میکنم، اون پس میکشه اصلا دلش به من نیست غلط نکنم، همش زیر سر این پسر کاسه بشقابی است من هر کاری لازم باشه میکنم تا درست بشه اما از تویی که باید ثابت کنی که مردش هستی و دختر سردار برو من میتونه بهت تکیه کنه چشم منم هر کاری که شما صلاح بدین انجام میبینی بهرام یه عمر من و مامان هر کاری کردیم بابا برگرده و به هوش بیاد حالا که خواست خدا معجزه شده میگم باید به هوش باشه میدونی چند سال من منتظرم صداتو بشنوم سلام ببخشید نمیخواستیم مزاحم خلوت شما بشیم یه مسئله پیش اومده عمو جون باید در موردش با هم حرف بزنیم چیزی شده عمو صبری اتفاقی واسه بابا ما افتاده پرفوز بول نکن دختره مسئله نیست نه چیزی نیست